خامنه ای امروز به بهانه روز دجالگرانه قدس حرف زد. همون موضوعی که مردم ایران که بیش از 60% زیر خط فقر هستند در قیام هاشون فریاد میزنن فلسطین رو رها کن، فکری به حال ما کن. چند روز پیش 28 اردیبهشت با صحنه خامنه ای به صحنه اومده بود و حرفای سرفصلی هم در اون روز زد و حتما تو خبرها شنیدید. به گفته بسیاری از کارشناسان در اون صحبت خامنه ای پرده از روی درد اصلی نظامش برداشت، همون خطری که سراپای نظامش رو در حوزه براندازی تهدید میکنه. بابک رهنورد و مهران صمیمی امروز در نگاهی متفاوت صحبت های 28 اردیبهشت خامنه ای رو زیر ذره بین میذارن. مهران به شما سلام میکنم و گوش میدیم به گفتگوتون. سلام میکنم خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز سیمای آزادی. همونطور که در جریان هستید، روز 29 اردیبهشت خامنه ای ولی فقیه ارتجا به صحنه اومد و حرفهایی رو زد که تا پیش از این اشاره به اونها نکرده بود و با حرفهای همیشگیش فرق داشت. ما قصد داریم تا در بخش نگاه متفاوت همراه با بابک رهنورد مروری داشته باشیم بر این حرف‌های متفاوت خامنه ای و چرایی بیان اونها در مقطعی که رژیم در اون به سر میبره. بابک، چرا رژیم و خامنه ای به خصوص در این مقطع مشخص به این صراحت اومد و حرف‌های رو زد، اعترافاتی رو کرد که تا پیش از این سابقه نداشته؟ همونجوری که گفتید، من جهت تاکید میگم ویژگی حرف‌های خامنه‌ای این بار این بود که چون قبلا همه این حرف‌ها رو با ایما و اشاره و ساندویچ کردن اسم مجاهدین کنار بقایای سلطنت و نمیدونم یه مثلث، یه رأسش کشورهای منطقه هستن و یه رأسش امریکاست که ضرب تأثیر مجاهدین بگیره، اما واقعیت اینه که الان چرا اینو میگه؟ چون الان وضعیت رژیم به نقطه‌ای رسیده که خودش در صحبت‌هاش میگه به وضعیت مهم حساسی کشور، یعنی نظام درگیرشه و دشمنان ما میخوان ما رو ناکار کنن، یعنی سرنگون کنن. یعنی چرا صریح میگه؟ چون که وضعیت خیلی خطرناکه برای بشه. خب اگه موافق باشی با هم ببینیم همین قسمت از حرفای خامنه ای رو، بعد ادامه بدیم. به نظر من برای هر گونه تصمیم گیری و هر گونه اقدام بایستی به موقعیت کنونی کشور توجه کرد که موقعیت بسیار مهم و حساسی است. جبهه مقابل سعی دارد که جمهوری اسلامی رو از میدان خارج کنه با انواع شیوه ها و ترفندهایی که در اختیار داره و امکاناتی که در اختیار داره. بله، در اینجا از تهدیدهایی گفت و اشاره کرد به جبهه‌ای که قصد داره و تلاش میکنه که رژیم رو سرنگون کنه. خب تا اینجا به نظر میرسه که چندان حرف جدیدی نبود و قبلا هم کم و بیش به این موضوعات اشاره کرده بود. نکته جدیدش چی بود؟ حرف جدیدش چی بود؟ ببینید، کل صحبت‌ها جدید بود. این بار همه چی رو گذاشت کنار، از اون حواشی آخوندی، اون رد گم کردن‌ها و اون در لفاف گفتن‌ها و خیلی راضی و روشن گفت تهدید رژیم و اون که رژیم هست و نیست رژیم رو تهدید میکنه کیه، و از همه مهمتر به جوانان هشدار داد که بهش نپیوندن. ببینید، خودش میگه تو صحبتاش دو آسیب بزرگ متوجه محیط‌های جوان ماست، یکی آسیب‌ها انفعاله، یکی انحراف. بعد هم شاخص انحراف رو به وضوح میگه که نباید جوان‌ها به اون سمتی که نیستی نظام رو میخواد منحرف بشن. اگه موافق باشه همین قسمت هم با هم بشنویم بعد ادامه بدیم. در اوائل انقلاب جوان‌هایی رو داشتیم که اینها مردمان مسلمانی بودند و برای اسلام وارد میدان شده بودند. اینا جذب گروه‌های التقاطی شدند و از یک جوان مؤمن سالم اسلام طلب و مؤمن تبدیل شدند به کسی که بر روی هم‌میهن خودش اسلحه کشید. آخرم سر از زیر پرچم صدام در آوردند. آخرش هم کارشون به اینجا رسید. خب به نظر میرسه که خامنه ای از نقش مجاهدین و گرایش جوانها به مجاهدین ترسیده. اما سوالی که اینجا مطرح هست اینه که چه اتفاقی افتاده که بعد از 40 سال بنا به گفته خامنه ای مشتی منحرف دوباره از راه رسیدن
و تبدیل به تهدید اصلی نظام شدن. قبل از ورود به جواب این سوال ببینید خود این 40 سال مرور کنید. ببینید 40 ساله که به تمام ذهن و ضمیر جامعه ما توسط ادبیات و فرهنگ متعفن آخوندی داره تجاوز میشه. انبوی کانال تلویزیون رو انداختن، کار یکشون هم شیطان سازی مجاهدین و سفید سازی. اصلا تاریخ ایران رو عوض کردن، تمام سیاهای تاریخ ایران شدن سفید، سفیدا شدن سیاه. فضل الله نوری خائن ملعون شده قهرمان، کاشانی جاسوس شده قهرمان، مصدق فقید ضد ارزش شد. این تمام تاریخ این آخوندها 40 سال عوض کردن. انبوی روزنامه با هزینه های انگفت را انداختن برای همین هدف. حالا جالبه که خودشون هم میگن که این بند تو کل این همه کتاب و روزنامه اینها منتشر کردن، میگن که تو کل ایران 30,000 تا بیشتر فروش نداره، که اونا هم احتمالا برای کاغذ باطله و پاک کردن شیشه و اینا استفاده میکنن. برای همینه که خامنه‌ای پاورن اومده وسط بیه که آقا مواظب باشید منحرم شید. از اون مهمتر دهه 60 دهه نسل کشی مجاهدین، از اوایلش 120,000 شهید سال 67، 30,000 سر به دار و سالها تمرکز برای نابودی و از بین بردن نام نیک مجاهدین در اذهان مردم به خصوص جوانها، چون از مهد کودک تبلیغات ضد مجاهدین شروع میشه تا دانشگاه با به خدمت گرفتن مشتی هنرفروش و پاسدار هنری، اونهایی که کابل گذاشتن کنار اومدن دوربین فیلم برداری دست گرفتن برای رژیم فیلم میسازن، و برید مزدور و مزدوران اجاره‌ای دو نظام، مزدورانی برای تمام فصول هستن که آماده خدمات دادن به هر دیکتاتوری هستن، و گسیل انواع و اقسام مامورای وزارت اطلاعات به عنوان آلترناتیوهای رنگی قرمز سبز زمینه آبی گلای قرمز برای به اصطلاح فوزیون سازی. حالا ولی فقیه نظام اومده و میگه که تهدید ما الان مثل اوایل انقلابه که جوانا به مجاهدین بپیوند. خب حالا یه سوالی پیش میاد اینجا. ببین به خصوص الان شما اشاره کردین مدعی مخالفت با رژیم که کم نیست، رژیم هم که در دشمن سازی و دشمن تراشی کم سابقه ای نداره، میگه آقا هم مرگ بر همه، این کشور اون کشور شرق غرب. حالا سوال اینه که چرا نمیگه مثلا به اونا نپیوندید، میگه به مجاهدین نپیوندید؟ ای کاش مهران خیلی ها بودن، اگر خیلی ها بودن به خدا مجاهدین جشن میگرفتن که یک یار و همراهی داشتن در مبارزه با رژیم. این خیلی ها الان که 40 سال گذشته دست بر هر که گذاشت مقاومت ایران دامنش رسوا بود. ظاهرا هم عداوت‌فرای زیادی داشتن، شعارهای زیادی داشتن. خوب یه بررسی کنیم. یک سریشون که اصحاب مماشاتن که کسری بودجهشون رو با بندوبست با رژیم از غارت پول مردم ایران تامین میکنن. یک سری هم که شرکت‌های ورشکسته دارن که باید مسئله‌شون رو پولی حل کنن که رژیم امداد رسانی میکنه بهشون، اونها هم متقابل امداد رسانی میکنن. یه تعدادم برید مزدوریه که رژیم تو اوین چلوندتش تو شعبه بازجویی کابلو زده، تیر خلاصو زده، تو ماشین گشت مجاهدین رو لو داده، قشنگ امتحان داده تو وزارت اطلاعات، نمره قبولی عالی گرفته، ممتاز. حالا کت شلوار تنش کرده، ادامه ماموریت تو خارج، اسمش هم کرده چی؟ کنشگر سیاسی. میشینه 4.5 ساعت با تلویزیونای دوزاری که اونان هم رژیم رو انداخته که ادامه همون منابع نمایش جمعه هستن، 4.5 ساعت میشینن با هم، میگه تو چقدر سیاسی هستی، اون میگه تو چقدر بلایی، میگه تو چقدر نازی، میگه تو چقدر واقعا برام پپسی باز، برای من پپسی باز میکنن با محوریت شیطان سازی علیه مجاهدین. یه سری اپوزیسیون هم که گفتن که کاری به رژیم ندارن، میگن مجاهدین دموکرات نیستن، مجاهدین پایگاه اجتماعی ندارن. میگه خب کی پایگاه اجتماعی داریم؟ یا سپاه پاسدار. خب میگه رژیم رو ول کنیم، مجاهدین رو سرنگون کنیم. میگه اونی هم که دموکرات فرآیند دموکراتیک داره و پایگاه داره اسمش از سپاه پاسدار خامنه‌ای، میگه من با برادران پاسدار میخوام برم رژیم رو براندازی کنم. خب ببینید به خاطر همین مخالفین کذایی، چنین مخالفینی که مسئله از خامنه‌ای حل نمی‌کنه. تازه خود اینها که جزئی از پروژه خامنه‌ای بودن، که خامنه‌ای خب حرفای اینا رو میدونه، خودش به اینا یاد داده، اصلا اینا به وجود اومده بودن که اصلا مجاهدین رو بی اثر کنن و از بین ببرن. حالا مشخص شد که اینها هیچ راندمانی برای رژیم نداشتن. کجا مشخص شد؟ قیام آبان ماه مردم اومدن همون جهنا شهرها رو گرفتن، هر چه که اسم رژیم داشت رو آتش زدن. چه کسی جز مجاهدین به این شکل قیام رو تایید میکنه؟ اونها که گل و گلوله بریم از برادران پاسدار دلجویی کنیم و نمیدونم فلان اصلاح طلب رو بریم ببینیم این میخواد رژیم. پس مردم جواب دادن، پس خود معلوم شد که اون خیلی ها
در خدمت رژیم بودن و مردم هم پشیزی براشون ارزش قائل نبودن. بله خب من ببخشید به قول مولوی سرکرگمینی که باید صفرای خامنه ای رو شفا میداد همین برید مزدورا و همین آلترناتیف های مجعول صفرای خامنه ای رو تشدید کرد. بله. اما من درسته که زمانمون محدود هست اما من هم دارم که اینجا کم بیستیم که این موضوع کامل تر جا بیفته. ببین بابک خامنه ای که آدم از راه رسیده ای نیست، که 40 ساله که از سران این رژیمه و 31 ساله که همه کاره این رژیمه. آیا خامنه ای نمیدونه که وقتی میاد اینجوری بالای منبر میره تو این شرایط مجاهدین رو بولد میکنه، کرور کرور داره تو جیب مجاهدین میریزه؟ آیا نمیدونه که وقتی این حرف رو میزنه داره وحشتش از گسترش و اقبال مجاهدین در بین مردم در واقع این رو داره برجسته و برملا میکنه؟ اگر چنین چیزی رو میدونه چرا این کار رو میکنه؟ قطعا که میدونه. باید ببینیم که اگه نکنه چه بلایی سرش میاد که با این حرفایی که تو زدی که کاملا هم درسته، یعنی چه مسئله ای میخواد حل کنه، جلوی چی رو میخواد بگیره، چه چشماندازی میبینه که اگه این کار رو نکنه اون چشماندازه خیلی وحشتناکه. یعنی فکر میکنه با این کار میتونه جلوی اون چشمانداز رو بگیره. ببینید خامنه ای سر یه دوراهیه، مثل همه دیکتاتورها آخر دوران صد راه که ندارن، دو راه. اگه به نقش مجاهدین اذعان نکنه و مثل قدیم بیاد رسمشون رو بگه، اسمشون رو نگه، کل قابیه رو باخته. چون اون فکر میکرده تو این 40 سال شیطان سازی و همین کارهایی که گفتیم توی سوال قبلی مجاهدین رو تونسته بی اثر کنه یا مثلا از بین ببره. حالا میبینیم چه خبری نیست، قیام ها رو میبینید، در نتیجه مجبوره بیاد اعتراف بکنه. ببینید قضاییه خود خامنه ای، دو تا دانشجو رو گرفته، دانشجو نخبه، میگه دو دانشجو رو گرفتیم با مواد منفجره که مرتبط بودن به مجاهدین. این حرف قضا سخنگوی قضایی رژیم. دانشجو نخبه یعنی چی؟ تا الان دانشجو نخبه اون فکر میکرده خامنه ای که دانشجو نخبه یا میره خارج کشور کار علمیشو انجام میده، کاری به جامعه ایران نداره نوعا اکثریت، یا در داخل ایران اگر بمونه با جذب سیستم بشه دیگه، جذب هم بدنه این رژیم بشه، کار رژیمو بکنه دیگه، تخصصشو بفروشه. حالا این دانشجو نخبه سر از کجا درآورده؟ در نظر بگیرید خامنه ای هم همیشه میگفت مخالفین ما اوباشن و یه مش اراذل اوباشن و از خارج کشور میان، الان اسمش شده دانشجو نخبه. این نوک کوه یخه. پس این اینه که باعث شده که بیاد بگه. ببین محمود صادقی نماینده مجلس ارتجاع میگه این که دو دانشجو رو گرفت، تازه دو دانشجو که اعلام که گرفتیم و اونها رو منتسب کردیم به مجاهدین و این نشون میده ما رو آوردن به مبارزه مسلحانه و این برای نظام زنگ خطره. خامنه این رو دیده و دیده نظامش در خطره و تیز و خیلی روشن تو صحبتاش میگه نباید به سربازگیری دشمن از جامعه جوان کمک کن. تنها سوالی که باقی میمونه این وسط اینه که ما تو این مدت به خصوص بعد از گل گرفتن قیام ها از جهات مختلف میشنیدیم که آقا مجاهدین در داخل ایران پایگاه ندارن، آقا اصلا کسای دیگه ای مطرح هستن، اپوزیسیون ها کسای دیگه ای هستن، از اینها به خصوص تو فضای مجازی بسیار شنیدیم. سوال اینجاست که بعد از این حرف‌های خامنه‌ای و این آدرس دادن صریح رأس رژیم الان تکلیف اونها چیه و اونها باید چطور اصلا تحلیل کنن و تفسیر کنن این حرف‌های خامنه‌ای رو؟ بله الان داستان مثل اینه که اینا همه سوار ماشین بودن، همون فولکس واگنی که سعید دجاریان میگفت اصلاح طلبا سوار بودن، الان تمام رژیم دوم دنبالچه‌ها آلترناتیوهای تقلبی برید مزدور همه سوارن، خامنه یه دفعه ترمز گرفته همه با سر خوردن به شیشه و سرشون داغون شده. ببین خط مجاهدین در جامعه جواب گرفته، خامنه ای هم این رو داره میبینه. خب اگه خامنه ای بیاد بگه نه تهدید ما این نیست، تهدید ما نمیدونم اون علافی که نشسته تو فرنگ گفته که مثلا کفش لنگه بلنگه بپوشید، نمیدونم رنگ فیروزه ای استفاده، رنگ بنفش استفاده کنه، خب اون پاسدار فردا میره تو خیابون میبینه کانون شورشی، میبینه مجاهدین، به ریش خامنه‌ای خواهد خندید و این عجب ولی فقیه خشکمغزی توی کف خیابون با مجاهدین طرفه، اون نشسته میگه که ببین تهدید من اون آلترناتیوه هست که میگه روزای یک شنبه بیاد بوق بزنه تو خیابون. خامنه‌ای همچین حرفی نخواهد زد، چون خامنه‌ای که به خودش که نمیتونه دروغ بگه، خودش که نمیتونه بیاد تهدید، ممکنه برید مزدور پول بگیره یا اون آلترناتیو تقلبی پول بگیره سیاه و سفید کنه، سفید و سیاه، ولی خامنه ای که نمیتونه سر سرنوشت نظام به خودش دروغ بگه، بگه نه تهدید من اینا نیستن اونا، خب به باد میره، فنا میره، نیروهاش
نمیتونن آب بندی بشن برای سرکوب. برای همینه که آمده و تیز دست میذاره روی تهدید اصلی نظام و میگه بود و نبود نظام اینجاست. بله، متشکرم از شما و توضیحاتت. خب بینندگان عزیز، این هم از نگاه متفاوت امروز ما. البته حرفهای خامنه ای جنبه های دیگه رو هم داشت، از جمله اون بحث دولت جوان حزب اللهی که با یادآوری نعش قاسم سلیمانی. بله، با یادآوری نعش قاسم سلیمانی به عنوان جوان حزب اللهی، که ما انشالله اگه فرصت شد در برنامه‌های بعد به اون هم خواهیم پرداخت. متشکریم از توجهتون و خدا نگهدار تا دیدار بعد. یکی از ابزارهای اصلی سرکوب جامعه، به خصوص سرکوب زنان میهنمون، توسط دیکتاتوری حاکم سوء استفاده دجالگرانه از اسلامه. در حالی که در اسلام تاکید میشه که هیچ اجباری در دین نیست. اما از روز اول خمینی شعار یاروسری یاتوسری رو سر داد و 41 سال هست که پاسدارانش با همین شعارشون زنان و در نتیجه کل جامعه رو دارن سرکوب میکنن. البته این نیاز شدید رژیمه، چون به گفته کارشناسان آخوندها میدونن که اگر یک روز دست از سرکوب بردارن رژیمشون جارو خواهد شد. همین نیاز شدید باعث شده که حتی در شرایطی که فاجعه کرونا هستش، که ده ها هزار تن از مردم ایران هم متاسفانه قربانی شدن، به جای برپایی نمایشگاه های پزشکی و بهداشتی و حل و فصل مسائل مربوط به اونها، نمایشگاه با عنوان دجالگرانه حجاب راه بندازن، اون هم به صورت آنلاین. با توجه به شرایط اقتصادی کشور در شرایط شیوع بیماری کرونا، فناوری‌های نوین به کمک تولید کنندگان محصولات عفاف و حجاب آمدند. رویدادی که در حوزه مد و پوشاک فعالیتی نوآورانه است. نخستین نمایشگاه مجازی عفاف و حجاب، سایت در زمینه فروش محصولات حجاب و در یک مرحله بالاتر نهادینه کردن فرهنگ حجاب داره فعالیت میکنه. در این نمایشگاه مجازی محصولات متنوع تولید داخل عرضه میشه. 66 تا برند تونستن در واقع محصول بارگذاری کنن و فروش داشته باشن. محصولات حجاب شامل چادر، انواع سرپوش، مقنعه روسری، ساق دست و سایر ملزومات حجاب هستش. ما واسه عفاف و حجاب خیاطی انجام میدیم. عفاف و حجاب موضوع مهمیه که مردم انتظار بیشتری جهت حمایت از محصولات اون دارن. 26 نهاد مختلف مسئول حمایت از بخش عفاف و حجاب در این کشور هستن. نمایشگاه مجازی عفاف و حجاب تا 10 خرداد فعالیت داره. علاقمندان به بازدید از اولین نمایشگاه مجازی حجاب و عفاف تو این شرایط کرونا میتونن به سامانه hijab99.ir مراجعه کنن. بله، از یه طرف دردهای جانکاه کرونا و عدم وارد شدن نهادهای غارت زیر نظر بیت خامنه ای با صدها میلیارد سرمایه، از طرفی حمایت بیش از 20 نهاد حکومتی از این طرحهای دجالگرانه حکومتی به اسم طرح حجاب. بی جهت نیست که خود آخوندهای حکومتی درباره برخورد مردم با خودشون میگن: وقتی اومدی قرآن رو تلاوت کردی مورد حجمه قرار گرفتی یا نه؟ من دارم رانندگی میکنم، یه لحظه ممکنه حواسم نباشه سر یه پیچ راهنما رو دیر بزنم، ماشین به پشت سریم یهو میگه هوی. مثلا این هوی گفتنش فقط به خاطر دیر راهنما زدن من نیست، از دور عمامه منه که میبینه یهو معطلیش تو فلان اداره، رشوه فلان قاضی تو فلان دادگاه، فلانجا پدرش در اومده، بچهش بیکاره، فلان چیز شده انقدر تومن، همش جمع میشه رو هم دیگه. بله، اینم بازخورده 41 سال دجالگری در جامعه، که میدونیم چه پیامدهای عملی هم برای کل نظام خواهد داشت و شمعی از اون رو در آتش آبان 98 همه دیدن. خب بینندگان عزیز، همراه بودید با برنامه تیک تاک. از همراهی شما بسیار بسیار سپاسگزاریم و همه اتون رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.